حالا گفتم من به بعضی از این ارکان اقتدار ملی برمیگردم. یک رکن مهم اقتدار ملی اون چیزهایی است که به طور مستقیم به توده ملت برمیگرده، مثل اتحاد ملی، مثلا مثل اعتماد ملی، مثل امید ملی، امید عمومی، مثل اعتماد به نفس ملی. یه وقت جناب عالی که مسئول فرم بخش دستگاه اداره کشور هستید، آدم دارای اعتماد به نفسی هستید، اما یک کاری میخواهید انجام بدید، احتیاج به کمک مردم داره. مردم یه اعتماد به نفس نداشته باشن، شما نمیتونید این کار انجام بدید. اعتماد به نفس ملی که بنده مفصل راجع به این یه وقتی صحبت کردم، اینها مثلا. یا استحکام ایمان ملی، یک اصولی وجود دارد که ملت ما به این اصول مؤمنه. این ایمان موجب شد که در اون وقتی که در دست مردم هیچ اسلحه‌ای نبود، حتی سنگ هم خیلی اوقات نبود، توانستن در مقابل گلوله نظامیان رژیم طاغوت بایستند و او رو سرنگون کنند. بر سر ایمان بود. این ایمان خیلی سرمایه ارزشمندی است. ایمان ملی، حفظ ایمان ملی، این یکی از این سرمایه هاست که به مردم ارتباط پیدا میکنه. یا مسئله معیشت عمومی، یا مسئله روان بودن مسائل اجتماعی. حالا آقای رئیس جمهور شرح دادن بیانات شما آقایون رو. یکی از مسائل مهم در اداره کشور و زندگی عمومی مردم این است که مسائل مردم روان باشه. دچار مشکل و عایق و مانع و مثل همینی که حالا اخیراً مسئولین محترم تصمیم گرفتن که مثلا اون پنجره واحدی برای سرمایه گذاری بچه بچه مثلا باز کنن. شبیه این چیزا کارها روان انجام بگیره، آسان انجام بگیره. اینها چیزایی است که به مردم مرتبط میشه. این چیزا اگر تأمین شد، حضور مردم در صحنه تأمین خواهد شد. یعنی ما اگر توانستیم این مسائلی را که مستقیم به خود مردم ارتباط پیدا میکنه اینا رو تأمین کنیم، مردم حضورشون در صحنه 100% خواهد بود. البته به حمدالله الان هم با اینکه بعضی از این مسائل داریم، بعضی از این مسائل مشکل داریم، ما حتی در دهه 60 در دوران دفاع مقدس هم مشکلات زیادی وجود داشت، مردم حضور داشتن در صحنه، در این تردید نیست. اما اگر چنانچه این چیزا تأمین باشه، یک پارچه مردم در صحنه حضور خواهند داشت. و وقتی مردم حضور داشته باشن، یک کشور و یک ملت هیچ غمی نخواهد داشت، هیچ هراسی از کسی نخواهد داشت.